من بمیرم برای این صدا. مرسی قربان. این واقعی ها، این که دارم میگم. خوشحالم که امشب با شما هستم. ما بیشتر. با علیرضا جون. و با تلویزیون تپش به بینندگان عزیز سلام میکنم. شب یلداش بلندترین شب ساله. ایشالله که برای همه شما شب یلدا باشه و عمرتون هم به همین بلندی دارد. درست بر شما. ایشالله. خیلی قشنگ گفتی. باریکلا. شب یلدا چیکار میکردی ایران؟ زمانای جوونی. شب یلدا بچگی هم اگه بخوام بگم که خب معمولا کرسی میذاشتن بعد میوه و این چیزا. واقعا این کارو میکردین؟ حالا خداییش. من تو 7-8 سالگی میادمه که میکردم. این کارو میکرد. من آنستی اصلا یادم نیست که این کارا رو میکرد. اصلا شب یلدای در ایران یادم نمیاد. دروغ چرا؟ چرا؟ برای اینکه اصلا خب جوون بودیم یلدا. من یادم خودم نه. یادمه. ما جوون بودیم و دنبال جوونی و برو بیرون و بیا و بالاخره. ما بچه‌های خانواده بودیم تو خونه. من اصلا یادم نمیاد. دروغ بهت نمیگم. ولی خب وقتی خب اومدیم شاید... اینجا خب من 22 سالم بوده آمدم امریکا. بعد اینجا دیگه هی رفتیم تو شب یلدا و یاد گرفتیم. شاید بیشتر اینجا رفتیم ببینیم شب یلدا چه خبره و یلدا رو جشن گرفتیم. و زمانی که آمدم در تلویزیون بیشتر یلدا رو شناختم. شما تو امریکا شب یلدا رو شناختم. باور کن آره. با تلویزیون هم من فکر کنم. قبل از اونم فکر نمی کنم. چون ایشون کلن اصلا تو این مسائل نبود. نه خداییش حالا دروغ بهت نمیگم. اگرم خانواده میگرفتن ماها خب جوون بودیم. یعنی شما حساب کنید ما با این آدم ها شدیم 85 میلیون. با اینجور آدم ها. من چون آدم دروغگوی نیستم مثل بقیه بگم شب یلدا میشستیم نمیدونم از این انار میذاشتیم و هندونه این کنم. نه. نه من ویداجون رو خیلی دوست دارم. راست دبشی نداره به خیلی آدم راستگویی راستگویی هستم. آره. مرسی آی لوف یو. منم تو رو دوست دارم. صدای زیبایی داری. شما ریش گذاشتی. ریش گذاشتم برای اولین بار سعی کردم. ولی به شما میاد. میاد به من؟ بهت میاد. چرا بهت میاد؟ علی جان شما خواهش میکنم که ایشون حسود هستن. شما جز تنها خواننده‌ای بودی که از ایران اومدی ریش نداشتی. چون تمام خواننده های ایران قدیمی همه ریش داشتن اون دوران. اونا میخواستن صورتشون رو بپوشونن. خب شما چه دلیلی ریش گذاشتی؟ من همینجور برای خنده. واقعا؟ حسنم سر رفت دیگه. گفتم یه ذره تغییر داشته باشه. ولی قشنگه. من فکر میکنم یه مدتی میذارم بیننده ها ببینن که با ریش خوبی یا بدون ریش. آره. شما همه جوره. مرسی. من اگه 4 نفر مثل شما داشتم از من قطع تعریف میکردی قصه. شما 4 نفر ندارید. شما میلیون ها نفر دارید که شما رو دوست دارم. من چند وقت پیش کنسرت شهرام عزیز بود. ما رفته بودیم. لذت بردیم. لذت بردیم. علیرضا یعنی واقعا میتونم بگم که من صدایی مثل صدای شما ندیدم به این زیبایی بخونه. به خود شهرام هم گفتم. گفتم شهرام قدر خودت و صدات رو بتون. مرسی. مرسی. بسیار صدای قشنگ. بسیار صدای قشنگ. خواننده خوب. بسیار خوب میخونه روی استیج. واقعا زیبا. اخلاقش هم درست خود دیگه عالی. اخلاقش هم ماه اگر با تو حرف نزنه. ثانک یو. مرسی. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. با شهرام عزیز تو هم داشتم میگفتم دیگه از اولی که وارد آمریکا شد ما با هم دیگه همکاری داشتیم. چندین آلبوم اول یا آهنگ تکی بعد چندین آلبوم با هم دیگه همکاری داشتیم. همکاری خوبی بودش. همیشه شهرام باور داشت نه منو زده نه گفت دست علی خوبه. به خدا همیشه اینو میگفت. شروع کارم با علیرضا جون بود و واقعا به دستش همیشه میگفتم ویدیوهایی که درست میکنه همش آهنگام هیت میشه نامبر وان میشه. خب علی هم تو کارش آره. خب خیلی وارده بود. اخلاقش زیاد خوب نیست ولی اصلا موافقم. من دوستش دارم. حالا دیگه کارش هم که دیگه خیلی خوبه دیگه. متاسفانه کارش رو بلده. چرا متاسفانه؟ چون دیگه مجبوریم تعریف کنیم دیگه. بالاخره مجبوریم بگیم دیگه. نه کارش رو بلده. تو کار خودش من همیشه گفتم موقعی هم که بعضی موقع با هم قهر میکنیم میگم علی کار خودش رو بلده. بلاد هر چی میخوام بگم بگم بقیه من نمیدونم ولی کارش بلده. بله علیرضا در کارش قهر که اسمش نمیشه دلخور میشیم از هم. من فکر کنم اونم به خاطر نزدیکی و رابطه زیادی که با هم دیگه داریم. من فکر کنم به خاطر اینکه شما نمیتونی جلوی زبونتو بگیری. یه ذره شیطونه. بله مرسی آی لوف یو. نه من خب یه از بچگی اینجوری بود.
درست نشد که نشد. نه هیچ وقت. همون بوده. همون. همون هر کاری کردن درست نشد شهرام جان. کودکی درون به قول دکتر هاخیم یه کودکی در درون تو بسیار شیطونه. بسیار شیطونه. خب آماده ای برای لاس وگاس؟ بله. میدونم که خیلی هم آماده ای. خیلی؟ خیلی. بله خیلی آمادم. من لاس وگاس همونجوری که قبلا هم گفتم خیلی دوست دارم. منم همینجوری. یعنی بهترین جایی که تو زندگیم فکر می‌کنم که برم برای ویکیشن، برای تفریح، من فکر می‌کنم وگاس. همه هتل‌هاش هم رفتم، همه جاشو گشتم. اون جایی که دوستان اتاق گرفتن، ریزورت ورلد، بسیار هتل خوبیه. جایی که کنسرت، خب تمام خواننده‌های خوب آمریکایی اونجا خوندن، از الویس پریسلی تا آرون بری منیلو اونجا میخونه. خب ما هم این شانس رو داریم که با دوستان دیگه، هنرمندان دیگه در اونجا برنامه داشته باشیم. خب خدا باشه. یکی از اتفاقاتی هستش برای این مثلا اینه که اینجا شورومه. وقتی شوروم صحبتش میکنیم، شوروم یه معنی خاصی داره با تیتر. فرق شوروم با تیتر این هستش که شوروم به صورت تخم مرغی درستش میکنه و به خاطر همین آخرین صندلی باز دوباره فاصلش تا صحنه حدوداً من فکر کنم مثلا 60 فیت باشه. متوجهی؟ این یکی از دلایل مسئله شورومه، برای همین انقدر زیاد دور نیستش. خب اینجا رو مخصوص کنسرت درست که کنسرت حال دیگه. اونجا رنگ ریخته زمین. چرا از دیدم تای کفشت قرمز شده بود واسم. نه فکر کردم رنگ ریخته. نه این میدونی که این مریضیش درست نمیشه، خیلی سعی کردیم درستش کنیم شهرام. نه چک کردم اینم رنگ ریخته یا نه همینطوری. این کف اینجا قرمز بود شخصاً. پم پم شد این قرمز شد از اینکه رد شد. از سالن میگفتین؟ سالنش بسیار سالن قشنگیه واقعا. میگم من رفتم سالن از نزدیک دیدم، اگه ندیده بودم نمیتونستم دربارش اینقدر راحت صحبت کنم. هم تاریخچه‌ای که پشت سالن هست، هم نوع سیستمی که این سالن هستش. یادم یادتون چند روز پیش بهت گفتم، خودم وقتی فرخ به من میگه، فرخ آهی به من میگه بهترین آکوستیک رو این سالن داره، من بهش باور دارم. حالا داشتی از صدای شهرام صحبت میکردی، مطمئن هستم که اون شب شب استثنایی خواهد بود برای شهرام و بقیه دوستان هنرمندم که با هم دیگه هستن. خوبیش اینه که همه کسایی که دارن برنامه اجرا میکنن، این 9 تا هنرمند با همشون، همه با هم دیگه رابطهشون خیلی خوبه، همه با هم دیگه دوست هستیم ماها. و من شب من شب سختی. چرا؟ برای اینکه مارتیک بسیار خواننده خوبیه. آره. خب بیژن هم که هم خواننده خوبیه هم بهترین نوازنده است. همه هم مجبوریم که یه جورایی بهتری شو رو بذاریم. شب اول که شهرامه با خواهر عزیزم شوخه و آقای شهاب تیام، شب دوم مارتیک عزیز، بیژن مرتضوی عزیز و شهرام سلطی نازنین. بله. شب سوم اندی عزیز، امید عزیز و توهی رپ میخونه. آره خیلی هم طرف کارش متفاوت و جالبه. آره. بله یه آهنگ دیدم که با اندی خیلی خوب بود، میگفت کسی نیست منم و توی یادش به خیر. اتفاقا همونجا نشسته بودیم با هم دیگه، این آهنگ من تو با هم دیگه میخونیم. درست اونجا نشسته بودی، شب برنامه شهره بود، من تو نشسته بودیم اونجا، این آهنگ من تو با هم دیگه میخونیم. من شدم اندی، تو شده بودیم توی. ولی تو باز اندی بودی، من توی. خب تو جوانتری دیگه. نه من شست اندی رو بلد بودم. آها اندی اصلا نمیکشه اینجوری. نمیکشه میزده. آره من اینجا نشسته داره اصلاش پر میکنه. اندی منحصر به فرده، با همه فرق میکنه. یکی از اون کسی که قلبش خیلی خوبه و همه خواننده ها دوستش دارن، کاری به کار کسی نداره، با همه دوسته. اندی هم هنرمنده، هم تو کار خودش، تو اون سبکی که میخونه نامبر وانه و من از همه قبل دوستش دارم. چقدر خوبه که همه هنرمندامون همه همدیگر رو دوست داشته باشن، همه هم برای هم همین صحبت رو
بکنن که شما انجام میدی. خب. نمیشه. بعضی‌ها رو نمیشه، دروغ باید نمیشه. آره نمیشه همچین چیزی. دروغ که نمیتونیم. آره نمیشه. مثلا خب همه با هم دیگه دنیا اینجوریه. کیمیستری انسان‌ها، شیمی انسان‌ها، همه نمیتونه با هم دیگه شبیه هم باشه. ولی یه سری آدم هستن که با هم دیگه میخورن، با هم دیگه به مزه خوب باشن. خب مشکل برای چی باید آدم مشکل داشته باشه؟ نه ممکنه مثلا سلیقه هستی، سلیقه از یکی از قرمز خوشش میاد، یکی از آبی خوشش میاد. این سلیقه دو تا آدم مختلفه، هیچ ربطی به چیزی نداره. این سلیقه است، بعدم اخلاق هست، اخلاقا با هم دیگه نمیخوره. تو این کار حالا من راستشو بگم حسادت هم هست. خیلی زیاد. اندی آدم حسودی نیست. آدمیه که خب برای کار خودش زحمت کشه، کار خودش انجام میده. ولی خب منم میتونم با خواهرم هم میتونم سامتایمز مثلا بعضی موقع سری یه پارت خوندم بگم چرا تو اینو من نمیدی من بخونم، چرا تو باید بخونی؟ در اصل خب من شهره رو خیلی دوست دارم، شهره قلب من. آهنگ مثلا چرا تو خوندی من بعد اینو میخوندم؟ این حاله الان میخوام ببین اذیت من نه، برای اینکه من زندگی هم با شهرام خیلی نزدیکه، من با شهره خیلی نزدیکه، همه رو میدونم دیگه. ما دارم برمیگردیم به 30-35 سال همین بالاخره واقعا بوده هم چیزی که مثلا یه آهنگ رو شهرام فکر کرده که مثلا من اینو بخونم. واقعا آره بوده. بعد بهش من سعی زد گفت به شعره یه جوری بگو من اینو بخونم، به شعره این آهنگ بده من بخونم. میگه هر آهنگی من دست گذاشتم رو شعره اینو بده من بخونم، گفت من به تو نمیدونم. ولی من یه آهنگ درست کردم تو خوندی ها. من سعی زد گفت بگویم شعره اینو بده من بده بخونم. من به شعره زد گفتم این به صدای شهرام بهتر من گفت راست میگی. گفتم آره حالا برنامه رو امیدوارم نبیده. گفتم آره. خب ولی واقعا یه آهنگی میبینی که به صدای تو بیشتر میاد تا به صدای شهره. این درسته رای؟ آره. بعدم خب به خاطر اینکه شهره بیشتر در ارتباط بودش با آهنگسازا و دادم تنظیم کننده ها و ترانه سراها، خب بهش می اومدن کارا رو معرفی میکردن میدادن. بعد شهره می آورد تو خونه میذاشت، تو خونه شهرام یا خونه خودش میذاشت. خب شهرام گوش میداد واسه این به درد من میخوره یا اینو بزن. آره من یه جوری درستش میگم که شعر آهنگای تو خیلی بیشتر احساسیه، یه نمیدونم یه حرفای قشنگی توشه. من همه چیزم قشنگه 100%. نه پیشه بوده شخصه نه، ولی خب شعرم آهنگ احساسی زیاد. آره نه نه اصولا، ولی ولی تو بیشتر تو بیشتر روی آهنگ های احساسیت مردم دوستت دارن و بیشتر توجه دارن. شهره رو آهنگ های شادتر و انرژیشه که برای همین خیلی تاثیرگذار بوده. درباره لاس وگاس اگه بخوام بگم، خب این پکیجی که ما داریم همه خواننده‌ها روی هم 3 شب شاده، یعنی هر چی که فکر کنید اونجا، چون اندی، شهرام شپره، امید، بیژن مرتضوی، شهره خواهر عزیزم، شهاب تیام، آقای توهی، هممون سعی میکنیم که دیگه یه برنامه‌ای داشته باشیم بسیار بسیار شاد. به قول مارتین شان گفتش که 2 تا آهنگ اسلو بیشتر نمیخونیم، بقیه شما رو شاد میخونیم. شما میخونید دیگه، ما میایم که اون صدای قشنگ شما رو حالا دیگه ببینیم که چجوری باید بخونیم که خوب باشه. نه مطمئن نه، ما مطمئن هستم که تماشاچی ها برای هر شبی که میان سالن، داخل سالن خوشحال میان بیرون. حتما اینطوره. همه شماها هم حرفه‌ای هستی، هم قشنگ میدونی چطوری صحنه رو به دست بگیرید، میدونی چطوری باید با مخاطب روبرو بشید. من همین من مطمئن هستم که همتون کارتون رو بسیار بسیار حرفه‌ای انجام بدید. دوست خوبمونم که حمید امپرور انترتینمنت، بله. حمید عزیز خیلی زحمت کشیده، خیلی سر همون قراری که گذاشته بود همیشه، و خب بچه هم باش خیلی همکاری کردن. مطمئنن یه شب بسیار بسیار خوبی میشه. امیدوار هستم. چرا الان اینقدر شما جدی و آروم شدید؟ من از اون موقع که واکسن زدم اینجوری شدم. حالا قبلا یه ذره لغت جدید به جمله های شما اضافه شده. چی هست؟ فاگی. این فاگی رو از شما من بارها بارها دارم میشنوم. دیگه به شهرم رسیده، میگه فاگی شدیم ما. مغزمون. آره مغزمون فاگی شده. حالا نشده که از روز که واکسن زدی مثلا چیزا یادت بره، مثلا اسما. بله. یه دفعه میگیم
اسم فلان کس مثلا یادت بره از روزی که زدی؟ نه اون از زمانی که شناسنامه میره بالا مال من اینجوری شده. نه من از موقعی که واکسن زدم مثلا میرم تو اتاق میخوام برم تلفنم مثلا بردارم میرم تو اتاق میرم یادم نیست من تلفنم خواستم برای چی اومدم. سن یه دفعه میزنه شرمجو. خدا رو شکر از اول من گفتم راحت بشی. این مال چیز مال واکسن راحت بشی عزیز دل برادر. آقای جری بیا عزیزم این درست جری بردت کمک. یه چیزی که دوست دارم اینه که شهرام اینجاست، شما هم که صدایش رو بسیار دوست داری. بسیار دوست داری. بسیار خیلی من همیشه گفتم همیشه بله اتفاقا داشت میگفت که پدر ایشون هم روحشون شاد عاشق صدایشون میدونه خودش بله. هم و همیشه من گفتم در رابطه حالا من اتفاقا یه چند تا از آهنگای شاد شهرامو خیلی علاقه من بهش هستم خیلی زیاد. یکیش همون گل گلدونه است که میخونه خیلی دوست دارم میخونه. یکی هم دو سه تا آهنگ مختلف دیگه هم داره که تو آلبوم های حالا دیوونه بازارش یادم میادش توی آلبوم دیوونه بازار. شما آهنگ شب بخیر کار کردیم. شب بخیر کار کردم. علی شب بخیر رو درست کرد. آره. با آقای که چی بود اسمش؟ کجی. با کجی بود و یه آقایی هم با شما همکاری میکردن که خواننده هم بودن. یه چمدون خریدین گنده. من چمدون نخریدم. من اومدم خونه شما چمدون خواستم. اونجا به من خونه ما؟ بله. طبقه بالا. اسمش چی بود؟ میکابیز. میکابیز رفت یه چمدون گرفت. نه بابا اون چمدون خونه شما بود. نه 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 شما رفتین برام گرفتین. یه چمدون گرفتن توش هم خالی. من چمدون رو وقتی بلند میگه خود چمدونی به این گنده که بعدا اینا بر من دست گرفته بودن. آخه چمدونی خودش هم توش جا میشد ولی به خدا خونه خودش داره. نه به خدا من جایی هم چمدونی نداشتم. علی رضا یه جاهایی فراموشی داره شهرام جون. همیشه داشته. نه نه به خدا یادم خوب کشتن. راستی تمرین میکنی روزا تو خونه؟ من امکان نداره تمرین نکنم. میکنی؟ آخه دو سال که ما تو خونه نشسته بودیم آها اگر تمرین نمی کردیم الان دیگه اصلا نمیتونستیم بخونیم. تمرین صدا یه چیزی مثلا مثل یه ورزشکار که مثلا روزی چقدر وزنه میزنه. بله. اگر با این صدا کار نکنین صدای یواش یواش کدر میشه یا نمیتونی بخونی. در نتیجه در اون موقع من چون خودم پیانو میزنم ادلیست روزی یک ساعت میخوندم با خودم. بله. که پیانو سفیده. بله. که این صدا رو نگه دارم. شوخی خودمون بود. بله. ولی خب بعضی از دوستانمون نکردن این کارو. آره. موافق. در نتیجه آب رفت صداش. آره صدا باید ازش استفاده درست بشه و اینو جدی میگم برای اینکه اگه رو صدا کار نکنین و بذارین یه ذره یه مدت مثلا 3 ماه 4 ماه نخونی سخت میشه تا برگردی دوباره بخوای بخونی. در نتیجه من تمرین رو کردم. کار جایی داری؟ معلومه. یه آلبوم. یه آلبوم کامل. کامل. میدونم یه آهنگ با شهره دارین ضبط کنید. یه آهنگ با شهره خیلی هم قشنگه. 6-8 ریتمی که یعنی؟ بله. مثل پنجره ها. مثل پنجره. مثل پنجره هاست. کاری کیه؟ آقای رامی زمانی. همش شعر؟ شعر مال رامی. مال خود رامینه. شعر آهنگ تنظیم رامی. تنظیم مال یه آقایی از ایران دوست شهره هستن. اسمشون نمیدونم باید بگم نه بهروز رو میگی بعد فامیلش رو میگی بعد آره بسیار کارش خشن بسیار کارش خوبه بسیار آهنگ بسیار خوبی هم هست انشالله که دیگه فکر میکنم تا 10-12 روز دیگه بیاد برو بیاد بسیار هم عالی. آیا سورپرایزی خواهیم داشت در شب کنسرت شما؟ 100% سورپرایز خواهیم. مگه میشه با این دوستان آدم بخونه همشون یه کاری میکنن دیگه باید یه کاری انجام بدیم. مطمئنم که همشون داره یه کاری انجام میدن. شما باید اون شب کنسرت من میومدی. واقعا باید میومدی. بله باید میومدی. اشتباه کرد خیلی از دست داد. بعضی از آدم ها وقتی یادشون میره یه چیزایی رو گذشته و اینا یادشون میره سرشون گرم میشه مشکل میشه واسه همین هم من نیومدم دیگه. یادشون میره بیلیت رو مثلا بذارن بعد شما که بعد برنامه کسی که مدیریت برنامه رو داشته زنگ زده دعوت میکنه از این حرفا. آقای جری نگفتم ها آقای ای جی دارم میگم ای جی بزرگ ای جی کبیر. بله ایشون هم خیلی زحمت کشیدن ولی بله. خب کنسرت بسیار خوبی بود. بله بسیار ویدا جون تشریف داشت. بله جری هم اصلا تعریف کرد. بعد جری عزیز تشکر کنم بله. خیلی زحمت کشیدن بله.
برای این برنامه هم جوری خیلی زحمت کشیده. ممنونم ازش. آره. بسیار زحمت زیاد جری خواهد شد. جری ماه ماه. دوست خوبه ما هستش. بابا. بسیار عالی. حالا یه هنرنمایی همه شوره هم هنرنمایی کردش اینا من... شو. ولی شما صدا تو من میخوام ببینم ایشون راست میگی یا دروغ میگی. من همیشه راست میگم، اصلا همچه حرفی نه. نه مردم دوست دارن صدا تو، واقعا دوست دارن. مرسی. یه پارت کوتاه برای ما هنرنمایی کنید لطفا، یه پارت خیلی کوتاه که برای شب یلدا باشه و بقیهش رو قول میدیم بذاریم برای 25 دسامبر اونهایی که به لاس وگاس میان. در ضمن نیازی نیست دو جزء پکیج باشید، خیلی راحت میتونید بیت کنسرت رو اون کنسرتی که دوست دارید یا هر سه شب رو یا جداگانه شب شب یا اینکه هر سه شب رو تنها خریداری کنید. itsmyseat.com/emperor حالا اسلش امپرور هم نزدید، برید تو بالا یه بنر بزرگ میبینید رو سایتشون، روش فشار بدید، سه شب نوشته شده در خدمتیم آقای سلطی. یه بخشش اجرا میکنیم، بقیهش میذاریم برای اون شهر. تو که جون منی، عمر منی، کبیرم و انگار که بارون منی. بسیار عالی، ممنونیم از شما. مرسی، خسته نباشید. با امید دیدارت هستیم. مطمئنم همه دوست دارن بیان و اون شب شما را از نزدیک خودتون رو ببینن در کنار هنرمندان خوبمون. مارتیک عزیز، بیژن مرتضوی، مرسی شهرام عزیزم. متشکرم ازت. مرسی.